الو گایز، خیلی خوش اومدین به این ویدیو. علی استاد هستم. رفقا امروز سیستم گیمینگ نداریم. امروز یه سیستم 50 تومانی واسه تریدر عزیزم آقا سعید از شهر خوب آبادان می‌خوایم اسمبل کنیم که فردا ان شاءالله بفرستیم بره به سمت صاحبش. آقا مشخصات سیستممون خیلی بالا رده است، ولی خب گرافیک نداره فعلا. قراره بعدن گرافیک هم بهش اضافه شه به این سیستممون. سی پی مون که اینجا دارید میبینید 13600 کیه، خیلی سی پی خوبی رفقا. هر گرافیکی بندازید باهاش باتلنک نمیکنه، یعنی شما 4090 هم بندازی با این سی پی یو اوکیه توی گیم. آقا جون لازم نیست هزینه 13900 کی بکنی. اوکی این از این. یه ویدیو هم درباره اینکه چه سی پی یو بخریم، چه سی پی مناسبمونه ساختیم، حتما ببینید. اون هیچ درباره مادربرد Z790 پی D5 وایفای دیگه، هم توی D5 یا و وایفای دارها جز ارزون ترین هاست. یکی این، یکی گزینه دیگه هم داشتیم Z790 UDAC گیگابایت بود که حالا بین اون و این دیگه تصمیم این شد، ولی خب روی کاغذ اون اینو شکست میده. قیمتشون هم هلوش جفتشون 13 خورده 14. آره دیگه زیر سرتون در نیارم، اینم مادربرد و مادربرد خیلی اوکی. رممون شد کورسر ونجنس RGB هولوش 7 تومن، دو تا 16 3200 که نه چون دیگه فرود گفتم 5600 CL36. رفقا تو این DDR5 ها این CLشون خیلی مهمه، CL هم گفتم قبلا، هر چقدر پایین تر بهتر. خب این از رممون. در مورد SSD که دیگه آقا ما قراره با این SSD زخ کنیم کلا بچه‌ها، اصلا دیگه SSD بهتر از این، خوش قیمت از این نیست. از اون موقع که 990 های سامسونگ اومده تو بازار، 980 واقعا افت قیمت خوبی کرده. 980 بیسیک هم حالا SSD خیلی تاپی نیست، ولی توی این قیمت یعنی هولوش 3 تومن یه ترا SSD M2 اونم برند سامسونگ واقعا خیلی خوبه. قبلا هم توضیح دادم دربارش، بخرید استفاده کنید لذت ببرید، ما هم دعا کنید. و اما کولر سی پی یو، آقا یه ایکی 620 دیگه، قبلا واسه 13700 کی بستیم، 12600 کی هم بستیم، جواب واقعا جواب. حالا 13700 کی واقعا دماش بالاتر، دیگه صحبت کردیم دربارش توی ویدیو قبلی که آقا سیم بنچش از 12900 کی هم بالاتره، کلا سی پی یو داغی و حالا خیلی از 360 هم نمیتونن خنکش کنن. حالا ولی باز این سی پی یو خنک، این کولر سی پی یو باز خنکش کرد. ارزم بزرگ دیگه دمای سی پی رو حتما نگاه کنید، تست سیم بنچ حتما قراره بگیرید. پاورمون هم که G700 گلد قبلا در رای صحبت کردم که آقا اوکیه واسه 4080 اینا هم اوکیه، اصلا هر گرافیک خاصی روش بنداز، اصلا نان استاپ همه گرافیکا رو ساپورت میکنه. واسه این سیستم اونم چون که پاور سی پی یو که روی مادربرد 1.8 4 این پاور اوکیه چون دو تا 8 پین برای سی پی یو داره دیگه. آها یه جعبه کیس مدرکس 55 ادارجیبی 4F هم که داریم طبق معمول، اونم کیس خوبیه به نظر من رفقا. توی هولوش 3 تا 4 تومن من اکثرا کیس دیپکول رو پیشنهاد میکنم که این مدرکس 55 هم خدای قشنگه شونه، گل سرسبدشونه. حالا آقا بگذاریم از این حرفا، بریم سیستم رو اسمبل کنیم. تست گیم آنچنانی که نداریم، یه نه تست سیم بنچ که شما دمای سی پی یو رو نگاه کنید ببین این کولر سی پی یو با 13600 کی اوکی هست یا نه. انصافا 3600 3700 میلی یه کولر AK 620 می‌خری دیگه، مثلا 6 تومن 7 تومن حداقل یه کولر آبی 360، یعنی دیگه بدترین حالت هزینه نصف شده. اوکی این کولر رو در نظر داشته باشید واسه حتی سی پی یو بالا رده. رفقا برین اسمبل رو ببینیم. و
خب رفقا، سیستم اون اسمبل شد، یه سیستم خفن 50 تومانی، البته بدون گرافیکی، البته قابلیت نصب گرافیک های خوب هم داره. پاور اون رو بالا گرفتیم، من یه پیسی اکسپرس هم براش اینجا گذاشتم که خواست گرافیک نصب کنه راحت باشه. سیستمش خیلی قشنگ شد، رمش ARGBه، ولی خب یه ذره این فن سی پی اون گنده است. راستی برای 13600 که هم خیلی جواب بود، دمای سی پی یو توی سیم بنچ فول لود فول پاور تقریبا 70 خورده بود. آقا سی پی یو چقدر پاور مصرف میکنه؟ 180 وات. یعنی شما سی پی های زیر 180 وات مثل مثلا 13700 معمولی، مثل 12700 معمولی، اینا رو مثلا استفاده میکنین، این کولر سی پی یو دما رو حتی پایین تر از 70 هم میتونه براتون بیاره. حالا مهم نیست، خلاصه که این کولر سی پی رو پیشنهاد میکنم واسه 13600 کی. کلا جای لیکوید های دوفن، جای لیکوید های سفن که واسه این سی پی یو زیادن، این کولر سی پی یو قیمتش هم مناسبه، چون خودم پیشنهاد میکنم. خلاصه که آره دیگه، این سیستمون شو سیم بنچ هم تست گرفتیم، واسه تون میذاریم آخر ویدیو. ان شاء الله یه گرافیک خوبم بگیریم واسه سعید جون بفرستیم که نصب کنه و یه تست گیم های خوبی هم بگیریم با این سیستم. امیدوارم لذت برده باشید از این ویدیو. سوالی، کامنتی، پاسخی چیزی بود؟ راست میگه سیستم روشن. آقا ببخشید یورو نیاز سیستم روشن نکرده بود. بله ARGB آقا سید سمت کشیدن سینک کردن. آقا سید چند وقته میخواد یه دونه ویدیو بگیره آقا این رمای کورسیر مادر مرده رو چجوری سینک کنیم ARGB هاشو بقیه سیستم، چون این کورسیر رو اذیت میکنه، مثلا GSK رو اذیت نمیکنه، خودش سینک. این خاموش میشه بعدش روشن میشه، یعنی که سینک شده. یک مرحله دیگه هم داره که هنوز الان هم رماش سینک شده. رماش هم حاصل میگه سینک شده، سینک نیست دارم. یه چرخش قهرمانی زنیده رماش سینک نیست دار. سینک داداش ناسینک. آه الان سینک من دست زدم سینک شد. هیچی دیگه، هیچی، تمام شد سیستم اونو. امیدوارم خوشتون باشه از استایل این سیستم. کیس متریکس 55 یکی از پرفروش‌ترین های بازاره، خیلی زارت آنچنانی نره، خیلی آنتیک نیست، ولی خب قشنگه. 4 تا فن ARGB داره، قیمتش هم خیلی بالا نیست، البته بردن بالا 3800 زیر گرونه، ولی دیگه همینی که هست. همین دیگه رفقا، امیدوارم لذت برده باشید. تا ویدیو بعدی، بدرود.